من خودم با خودم تو جنگم. بگو چرا؟ چون بها دادم به جماعت، بها دادم به ها. اینجا میکنیم توی گونی نهایت ضد ما. سلام بچه، خوش اومدید یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف، معتبرترین رسانه ریاکشن. از این بعد دیدی مثلا کانال ها رو خودشون یه لیبل ترین میذارن، معتبرترین کانال ریاکشن دیگه. کی میخواد بگه نیستم؟ اصلا کی میخواد بگه هستم؟ من ویدئوی دشت پروانه ها رو قرار از کانال یوتیوب کوروش با هم دیگه ببینیم، ترکی و موزیک ویدئویی از کوروش و سوگند. لینک توی دیسکریپشن گذاشته شده. به جز اون لینک، لینک کانال یوتیوب دلول، کانال یوتیوب استاندار هم توی دیسکریپشن قرار داده شده. و بچه ها، اسپانسر ویدئو کولر مستر هست. اگر احساس میکنید هاتید، حتما به کولر مستر نیازه. توی لوازم الکترونیک برند شناخته شده ایه. من خودم داشتم کیسمو جمع میکردم با برندش آشنا شدم، به خاطر اینکه یه سری از بهترین خنک کننده های کامپیوتر رو تولید میکنه. و صندلی، صندلی دافتر از این دیدید تا حالا؟ شبا با هم دیگه باز وقتی یه کارایی میکنه، خیلی دافه صندلیه. خلاصه لینک پیج اینستاگرام کولر مستر ایران و لینک پیج نماینده انحصاری فروش، چقدر سخت شد، فروش محصولات کولر مستر رو توی دیسکریپشن گذاشتم، یعنی تخت جمشید. میتونید سر بزنید اگر دوست داشتید بقیه محصولات کولر مستر هم ببینید. اگر فورگنگ ها رو بچید توی کامنت، بریم سراغ دیدن موزیک ویدئوی دشت پریبانی ها از کودوش سوگند. کوروش اکس سوگند دشت پروانه ها، پرودوس بای کوروش، کوپرودوس میلاد دی، آرمان میلادی و اکس ویسکی، سانگ رایتر کوروش، میکس مسترینگ دنی روز، ملودی ملودی وکال دیگه قطعا کوروش، سوگند و تامارا. احتمالا به خاطر اینکه اسم تامارا ذکر شه این دیسکریپشن رو نوشتن، یعنی کلمه ملودی اینجا نوشتن. همشون هم گرم. کالر آرت پیش و آرزد بی آرزد. میکاپ آرتیست سولماز حسنوی. اکزیکیوتیو پرودوسر کوروش. پروژه‌ای که پروژه مهمی برای خود کوروش بود، سعی قابل مشاهده غیر قابل انکار و چشم‌پوشی داشت بر پروموت کردن، تبلیغ کردن، به گوش مخاطبینش رسوندن این ترک میکرد. و یه نکته بگم بچه، کانال تلگرام گروش 94500 حساب داره، کانال یوتیوبش 92000 و خیلی نزدیک همن. جالبه که کوروش هم فکر کنم مثل من داره هرس میخوره که صدکاش. واقعا مثلا الان من 26K هم، اوکی مثلا میگم صدکا شدیم نشدیم برش کن، 92K باشی مدت هاست نزدیک صدکاست ولی صدکا نمیشه. الهی بگردم دورت داداش، قوی باش فقط. خب دشت پروانه ها، من رفتم تلگرام برای خوندن این متن. آخرین سینگل یکی از آلبوم جدیدش یعنی هوملون پخش کرده که آخر پاییزم آلبوم میاد. مثل اینکه تا اون موقع هم احتمالاً یه سری سینگل جداگونه خواهیم داشت. برو برید. میوزیک ویدیو دایرکتور هم فکر کنم SLP. بله چیز در آوردتش، ولی VFX اون یه سری منظره اون پشت VFX، به خاطر اینکه اون پشت معلومه اون سایه ابری که افتاده و فلان و اینا. وقتی برگشتی واسم از میبینی زمین تکون میخوره، یه تکونه تو نمیدونم، شاید من چرتورت میگم، به نظر میاد اینجوریه. مثلا فاز کاراگاه گجت و اینا ندارم، به نظر میاد VFX اون پشت. وقتی برگشتی واسم از دریا بگو، از سختی های را بگو، چی آخر این جاده بود، چه کادرایی. وقتی برگشتی با من از فردا بگو، از دشت پروانه ها بگو، از قاصدک آرزو. چه بیت عجیبی داره، چه سمپل عجیبی داره. پرودوس با کوروش، کوپرودوس میلادی و ایکس ویسکی. سمپلش خیلی عجیبه. برگر واسط از دردام بگم، از گریه ابرا بگم. میدونی سمپلش یه حالت گیلی گیلی کردنه و همون دشت پروانه ها اینا رو با آدم القا میکنه، ولی من احساس میکنم نمیدونم جنس رو مدل ملودی سمپلمون، احساس میکنم فلکس کردن خیلی. امیدوارم کوروش یه اشاره به برف زدنش بکنه. میدونم به فاز ترک نمیخوره ولی به فاز بیت میخوره. از این من تنها بگم، نمیدونم کجایی تو هستن، این پروانه ها میگیرن ای سراغ تو هستن، بهشون قول دادم که میام روم و زمین نزن، یه سر به ما بزن، قاصدک ها ازت خبری ندارن، به ابرو بگو که نمیان یلکی نبارن، با ساعت و سنمی ندارم، بگو اقربه ها انقدر سر به سر من نزارن.
گریه نکن داده داده چی شده داده داده نبینم این شکلی تک احساس میکنم مخاطبش یه شخص خارج از این دنیا و از این دنیا رفته است حالا یه مخاطب یا یه گروهی از مخاطبا با من همه قهر کردم تا تو بیای تا تو بیای تا تو بیای این لافسانگ نیست قاصدک ها گشتم کل دشت و دنباله تو که بیای تو که بیای سوگنگ آیده خیلی خفن بود گنگ سوت و کور شب پیچه شاید تا دراپو ببین آجی من اوکیه با این بیت هید بزنم دراپش خیلی حال تو که بیای تو که بیای تو که بیای سوت و کور شب پیچه شاید تا آسمون من بی ستاره شد کسی جای تو آخه دل من فقط میره واسه تو تو گردن بودیم زیر آب با کل این دنیا رسی بگم اکت کوروش بهترین چیزی که میتونست باشه نیست اکت کوروش کنم بازی کوروش فکر کنم تمام رپرمون بهتر باشه واقعا ولی یه جایی می‌بینی سنگینی رو دوششه کل ویدیو چون سابجکت تنها سابجکتمون کوروشه تنها تا سابجکتمون مثلا همین سنگینم هست اینکه ما انتظار بازیگر رو ازش داشته باشیم انصافا هم خوب بازی میکنه ولی دیگه در اندازه‌ای که مثلا فکر کنم 4 دقیقه موزیک ویدیو رو تکی در بیاره فکر کنم خودش هم میدونه که سخت این کار بودیم زیر آب کل این دنیا بی حساب الان روشونه یکی چشت میره خواب نیای منو بده کی نجاتم برگرد همه کس من جانم دلیوریو بده کی نجاتم پیچو برد به های ترین جایی که تو هنجرش وجود داره چشت میره خواب نیای منو بده کی نجاتم برگرد ببینی ها پیچ صداش بالاست لاودنسش هم اونور کمه مثلا ببینی چی میگم صداش نازوکه خیلی ولی آروم داره صحبت میکنه همه کس من نیستی تنگ هر نفس من یا برگرد گل آرزون داشتمون با یه اشاره سو و تصویر رو ببین این مدل دلیوری داره احتمالا اون حالتی رو به تو القا میکنه که از شدت گریه صدا در نمیاد گل آرزو داشتمون با یه اشاره سو من تیکه این صدای های پیچش رو دوباره گوش کنم همه کس من نیستی تنگ هر نفس من برگرد گل آرزو داشتمون با یه اشاره سو تصویر های گرفتی عباس وقتی برگشتی واسم از دریا بگو سختی های را بگو چی آخر این جاده بود وقتی برگشتی با من از فردا بگو از دشت پروانه ها بگو من سوال کنم دشت پروانه هاست نماد چیه؟ پروانه نماد نامیرایی نماد زیبایی و فرشتگی و اینجور چیز هاست دشت پروانه ها یعنی یه جایی که پر از پروانه هست احتمالا منظورش واقعا دنیای بعد از مرگه نماد چیه رو فکر کنم در نماد مثلا دنیا نماد بهشت مثلا آسدک آرزو برگرد باست از دردام بگم لیرهای مختلف صدای سوگ پرفورمنس سوگند خیلی خفنه اینجا هر نفس من برگرد
اون سوگند تراپی تر رو من خیلی دوست دارم. دشمون با یه اشاره سوخ برگرد، همه کس من نیستی تنگ هر نفس من برگرد گل آرزو. دشمون با یه اشاره سوخ آجو شنا بردی؟ تو را برفاست تو ساحله دیگه، تو ساحل هم شد موج میاد، اون موج دیریل فارسی بوده، اون موج آخریه. خب این بود موزیک ویدئوی با کیفیت پر کوالیتی یه دشت پروانه ها، کوروش، سوگند، دیرکتد با عباس SLP. تصویرها اولا فوق‌العاده، کادرها فوق‌العاده، فضای در آورد در اومده، فضای خروجی که در نهایت پیدا شده فوق‌العاده. من اول راجع به ویدیوش بگم، من جای یه سری چیزو خالی میدیدم. اون شاتی که کوروش تلو تلو میخورد میافتاد زمین، دقیقاً یه شات علامت سوال برانگیزه، شاتی که حال بعد کوروش رو نشون بده، ولی اونجوری نباشه که همه بار روی دوش کوروش باشه. یعنی ما توی کادر بندیمون هم سعیش این حال بعد نشون داده شه، توی نو کامرا موومنتمون، توی نورپردازیمون، توی اینجور چیزا هم این حال بد کوروش، این فشار روانی که روشه ناشی از دلتنگی و این چیزا هم نشون داده شه. من خیلی دارم سختگیرانه چی میگن استاندارده فیلم سینمایی رو راجع بهش صحبت میکنم، ولی دیگه احساس میکنم عباس اسلپی از این از اون نقطه‌ای که مثلا بگیم کالر گریدینگ فلان و اینا گذشته، واقعا کم کم از اراده جدید نه شوخی میکنم، این به نظر من خیلی کمک میکرد. اصلا ایراد نیست اینی که میگم، مقایسه کنید با موزیک ویدیوهای هم تراز خودش توی رپ فارسی، توی هیپ هاپ فارسی، واقعا کوالیتی تصویر خیلی بالا بود. این به علاوه همون حرفی که زدم، کوروش بار کل بار 4 دقیقه موزیک روی دوشش بودن سنگینه. کوروش بازیگر نیست، بازم میگم از خیلی از رپرهای خودمون و آرتیستامون بازیش بهتره، اکتر خوبیه، ولی برای 4 دقیقه موزیک ویدیو احساس می‌کنم دیگه این مقدار تکراری میشد. یه سری شات جاده، یه سری شات کوروش تنها در دشت و با هلی کوادکوپ با FPV و هلی شات و اینا ازش تصویر برداری شده بود، اینا به ما مفهوم تنها بودن، لونلی بودن، مغلوب بودن رو میرسونن. میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم که دقت کنید، چون توی لیریکسمون داشت راجع به این چیزا حرف زده میشد و صحبت میشد، اتفاقا توی تصویر اینجور چیزا هم نشون داده شده بود، اینکه یه نمایی ما داشته باشیم از بالا کوروش تنهاست، دور تا دورش هیچ کس نیست، واقعا لونلینس رو داره به ما میرسونه، دلتنگی رو داره به ما میرسونه، تنها بودن و بی پناه و بی کمک بودن رو داره به ما میرسونه. اون شات جاده هم همینطور، حتی اون شاتی که کوروش تنها توی ماشین رو داره رانندگی میکنه و اینا. من پروداکشن کارو خیلی بیشتر چیزی که دوست داشتم واقعا پروداکشن بود، خیلی سامپل برام جذاب بود. من میگم فقط یه مقدار احساس می‌کنم سامپل هیجانش بیشتر، صدا گوگولی بود، صدا تو رو میبرد به دنیای پروانه ها و دشت پروانه ها، ولی احساس می‌کنم مقدار هیجان زیاد بود توی نوع قرارگیری اون نوتای سمپل کنارم. در هر صورت این ترک بدون حضور سوگند واقعا در نمی اومد، واقعا در نمی اومد. صدای هر چقدر پرفورمنس کوروش قوی باشه، هر چقدر توامن باشه، تو اجرای ملودیا نیاز داشت ترک اینجوری رویایی، واقعا به صدای وکالیست خانوم نیاز داشت. کی بهتر از سوگند که من حالا باز دوست داشتم. نه دیگه، گوه خوری. یه چیز دیگه که راجع به ترک وجود داره، استراکچر عجیبمون، استراکچر عجیب نه، 4 دقیقه بودن موزیک یه مقدار عجیبه. کورسمون طولانی بود اگر اشتباه نکنم، من فقط یه بار شنیدم، من ولش کن حالا نرم، میگم اگه اشتباه بود ببخشید. کورسمون من احساس میکنم زیادی طولانی بود و برای اون یه کورس طولانی خیلی تکرار داشت، من یه مقدار گوشم آخرا داشت پس میزد کورسو، هرچند نوشتاری و اجرایی ایراد خاصی اصلا نداشت، ولی میگم یه مقدار احساس میکنم طولانی بود و خیلی دیگه تکرار میشد. چک به نظرم از یه روزی نه یه روزی واقعا رها ترکوند، چون یه چیزی تو مایه های یه روزی بود، سامیلو، رها، پوریوانس، ولی احساس کنم اون چک خیلی قوی تر بود، اصلا خیلی عجیب بود اون چک. یه چیزی هم بگم راجع به این چک، این که خیلی انتظایی بود، خیلی برداشت پذیر بود، خیلی غیر مستقیم بود، سراسر بود چک، از المان سراسر بود، از نامفهوم بودن و یعنی تو از تمام بیت های چک تمام دلتنگی های موجود تو دنیا رو میتونی برداشت کنی. اصلا منظور معلوم نبود که مخاطب عشق، معلوم نبود که مخاطب دوست،
هم جنس، معلوم نبود مخاطب خانواده است، معلوم نبود مخاطب هموطنه، معلوم نبود کسی از دنیا، کسی که از دنیا رفته داره خطاب قرار گرفته میشه، که فکر کنم آره، این یه دونه فکر کنم آره مخاطب از دنیا رفته منظور بود. ولی اینم خواستم اشاره کنم که ترک ترک غیر مستقیم و برداشت پذیری بود. در کل لیریکس ترک من اونقدر تکون نداد واقعا. بیشتر چیزی که من تکون داد ساوند بود، بعد ساونده، هم اجرای آرتیستا هم بیت، بعد تصویرهای باحالی بودن، ولی واقعا لیریکس ترک خیلی کلی بود. لیریکس ترک اینو بهتون بگم، نیستی من دارم از بین میرم، بیا آرزوهام جلوی چشم فلان شد، میدونی چی میگم، خیلی کلی بود. چک های کلی، کلا کلیگویی و من خیلی فنش نیستم. البته این صحبت فقط از کل صحبت ها فقط از نظر منه، غلط و غلط توش اگر بود بذارید پای آدم بودنم، و میگم به نظر من چک برای من خیلی کلی بود لیریکسش، و لذا تبدیل تجربه اولین بار شنیدن چک برای من 7.5 بود و 8. ویدیوش خیلی باحال بود، من همچین تصویرهایی نمیبینم خیلی تو رفت، تصویرش خیلی باحال بود، ولی 8ی که بدون تصویر مثلا من 6.5 7 بودم با این ترک. شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک ریاکشن ویدیو رای دوست داشتید، اگه دوست نداشتید فورگنگ یادتون نره تو کامنت، ویدیوهای کانال هم اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید. 30% از کسایی که ویدیوها رو میبینن کانال رو ساب ندارن، یا سابتون پریده خبر ندارید، یا یادتون رفته ساب کنید چون ویدیوها تو هامتون میاد میبینید، و یادتون رفته سابسکرایب کنید، حتما چک کنید سابسکرایبتون رو که سابسکرایب کرده باشید. یه دونه زنگول هم بغل سابسکرایب قرار داده شده برای اطلاع رسانی به شماست از آپلود ویدیوهای بعدی که یوتیوب وظیفه‌شه از طریق نوتیفیکیشن به شما خبر بده وقتی روی اون زنگول فشار بدید. اگه ویدیوهای کانال رو مرتب میبینید زنگول به دردتون میخوره، اگه نه هیچ. تا ویدیوی بعدی فور گنگ.